رمان پاپیون شناخته شده تر از آن است که بخواهیم معرفی کنیم. نویسنده این اثر به شدت خواندنی و البته شنیدنی هنری شاریر است که اصلا فرانسوی بود ولی در ونزوئلا زندگی میکرد. در جوانی بیکار بود و مجبور به انجام دادن کارهای مختلف و گاهی کارهای خلاف تا اینکه در یک ماجرا به اتهام قتل یک نفر دستگیر و زندانی شد. بیگناهی او کاملا مشخص و ثابت شده بود ولی دادگاه فرمایشی او را که پشتیبانی نداشت به زندان محکوم کردند. به حبس ابد با اعمال شاقه. اما این مرد عجیب و مقاوم با اراده استوار و اعصابی پولادین بارها و بارها از زندانهای وحشتناک مستعمرات فرانسه اقدام به فرارهای جنون‌آمیز کرد. البته در اکثر آنها ناموفق و ناکام بود. ولی سرانجام پس از 13 سال توانست از چنگال قانون ناعادلانه بگریزد و به آزادی برسد. بلافاصله به ونزوئلا رفت و زندگی تازه‌ای را شروع کرد. همانجا رمان پاپیون را نوشت و غوغایی به پا شد. رمان به 21 زبان زنده دنیا ترجمه شد و همه به بیگناهی او پی بردند. از آنجا که رمان بسیار قطور بود و هر کسی فرصت آن را نداشت که بخواند، یک مجله ایتالیایی از دو نویسنده و دو ویراستار خود خواست که آن را خلاصه کنند تا بشود در چند شماره مجله چاپش کرد. خلاصه کتاب انجام گرفت و بسیاری از آن ستایش شد چون خلاصه کامل بود و فقط حاشیه‌ها و توصیف‌های تکراری رمان حذف شده بود. روایت رادیویی ما بر اساس همین متن خلاصه شده تنظیم رادیویی شده و در 10 قسمت به سمع شما شنوندگان عزیز کتاب شب خواهد رسید. اضافه کنم که هنری شاریر در سال 1906 در فرانسه به دنیا آمد و در سال 1937 میلادی در ونزوئلا درگذشت. کارگردانی به نام فرانکلین شافنر از روی این رمان فیلمی تکان دهنده با همین نام پاپیون ساخت که استیو مک‌کوئین و داستین هافمن در آن بازی می‌کردند. امروز 26 روز ماه اکتبر سال 1931 میلادی است. پس از یک سال زندانی بودن در زندان دادگستری پاریس از ساعت 8 صبح مرا از سلولم بیرون آوردند. قرار است تا چند دقیقه دیگر به اتهام قتل محاکمه کنند. لحظه ها به کندی می گذرد و زمان موعود فرا می رسد. اینک دادگاه کارش را شروع کرده است. اتهام من قتل این باشخور محله مونمارتر پاریس است. هیچ دلیلی برای اثبات جرم وجود ندارد. ولی ماموران پلیس که هر بار مجرمی را دستگیر می کنند و به دریافت درجه نائل می شوند خواهند گفت که مجرم کسی جز من نیست و چون دلیلی در دست ندارند ادعا خواهند کرد که اطلاعات سری در دسترس آنها قرار دارد. در ساعت 11 شب بالاخره این بازی شطرنج تلخ پایان می یابد. وکلای مدافع من بازی را می بازند و شکست می خورند و من که در حقیقت بیگناهم محکوم می شوم. صدای خونسرد رئیس دادگاه به گوشم می رسد. متهم از جای خود برخیزد. من بلند می شدم. سکوت کامل به سران دادگاه حکم فرماست. نفس در سینه ها حبس شده است. قلب من می تپد. اعضای هیئت منصفه مرا نگاه می کنند و سر به زیر می اندازند. به نظرم می رسد که احساس شرمساری می کنند. دادستان می گوید اعضای هیئت منصفه در تمام موارد شما را مجرم و گناهکار دانستند. فقط عمدی بودن قتل را رد کردند. بنابراین شما به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شوید. آیا حرفی برای گفتن دارید؟ از این حکم غیر منصفانه و برخلاف عدالت جا نخوردم. رفتارم تقریبا عادی است. فقط نیلهای جایگاهی را که در آن ایستادم کمی محکمتر می فشارم. می گویم بله آقای رئیس. می خواهم بگویم که من به راستی بیگناهم و قربانی پرونده سازی پلیس شدم. اما این حرفا فایده ای ندارد. دیگر همه چیز پایان یافته و پرده ی این نمایش غم‌انگیز فرو افتاده است. اعضای خانواده هم مسلماً بیش از من رنج می برند. پدر بیچاره هم در آن شهر کوچک زادگاه هم مشکل بتواند بار سنگین این اندوه را بر دوشای ناتوان خود تحمل کند. ناگهان با این اندیشه به خود می لرزم. ندایی در درونم فریاد می زند. هی پاپیون، نگران نباش، تو بیگناهی. بله من گناهی ندارم. اما چه کسی این حقیقت را باور می کند؟
حالا دیگر باید فکر کنم که چطور باید زندان را تحمل کنم. اولین کارم آشنایی با سایر محکومان زندانی است. شاید در آینده آنها همسفر من در راه‌های فرار از زندان باشند. بنابراین با آرزوی فرار در کمال خونسردی راهی زندان می شدم. در زندان یک زندانی به اسم دگا را که اصلا از اهالی مارسی است انتخاب می کنم. او هر روز به آرایشگاه زندان می رود و سر و صورت خود را اصلاح می کند. از نگهبان خواستم که مرا هم به سلمانی ببرد. دگا آنجا بود. آرام در گوشش زمزمه کردم: حالا چطوره دگا؟ خوبم پاپی. برای من 15 سال بریدن، برای تو چی؟ من حبس ابدم. خب تقاضای استیناف بده. نه فایده نداره، ولی یه فکرایی دارم. تو هم سعی کن قوی باشی دگا، چون یه روز به عضلات ورزیده نیاز خواهیم داشت. پول و پله چی داری؟ من در حدود 10 لیره استرلینگ قایم کردم. تو چی؟ من هیچی. پس گوش کن پاپی، تلاش کن هرچه زودتر با کمک زنت پولی به دست بیاری. بعد به زنت پیام بده که اونو ببره کافه ای که میگم، بده به دوست من دومینیک. دومینیک بلده چطوری پولا رو بیاره تو زندان و برسونه به ما. سرانجام پول مورد نظر به دستم برسن. زنم 5600 فرانک اسکناس را با مهارت در لوله خیلی کوچک جا داده. نخست آن را میبوسم و بعد میبلم و در روده بزرگم جای میدنم. این لوله به منزله گاف صندوق من است. ما را در گروه های سیتایی در راهرویی که به آن بند انتظامی میگویند به صف میکنم. اینجا ما باید قبل از حرکت به طرف زندان اصلی که زندان مستعمرات نام دارد علیه بیماری های مناطق قاره واکسینه بشویم. دگاه کنار من است. میگوید زندان اصلی خیلی دوره. اگر هر روز 60 نفر رو ببرن 10 روز طول میکشه که به اونجا برسیم. میگم شجاع باش دگاه. مرحله بعدی کار ما به زودی شروع میشه. مهم پول بود که رسیده. باید مرحله بعدی را همینطور دقیق اجرا کنیم. فقط باید به هم دیگه کاملا اعتماد داشته باشیم. دگاه با نگاهی سرشار از رضایت و اطمینان به من نگاه میکند. میگوید همه جا همراهم پاپی، در مرگ و زندگی قسم میخورم. موقع حرکت به طرف زندان مستعمرات حادثه مهمی روی نمیدهد، جز اینکه نگهبان ها حواسشان نیست که پنجره کامیون مخصوص زندان را باز بگذارند تا هوایی به داخل بیاید. در نتیجه وسط راه 2 نفر از زندانی ها بر اثر خفگی میمیرند. نگهبان ها ما را همراه آن 2 مرد مرده مقدار زیادی راه میبرند تا به ساحلی میرسیم. از آنجا ما را با آن 2 مرده سوار کشتی می کنند. وجود آن 2 مرد مرده آزاردهنده بود، ولی نگهبان ها نمی توانستند آنها را دور بیندازند، چون باید طبق آمار به زندان اصلی تحویلشان می دادند. عبور از دریا زیاد طول نمی کشد. من در حالی که هوای دریا را با نفس عمیق به ریه‌هایم می فرستم آهسته به دگا می گویم دگا بوی فرار میاد. می خندد و به یکی دیگر از زندانی ها که با او دوست شده ایم می گوید بله او قرار میاد، ولی باید سعی کنیم کنار هم دیگه باشیم، چون کار ما با یکی 2 نفر درست نمیشه. دگا درست میگوید، اما در جایی وسط راه که قرار است تقسیم من کنند، آن دوست و 2 نفر دیگر را که با آنها آشنا شده ایم از ما جدا میکنند. جایی که قرار است از آنجا ما را تقسیم کنند و به زندان اصلی بفرستند، سن مارتون دوره نام دارد. توی سلول‌های این زندان وسط راه زندگی نسبتاً آرامی را شروع می‌کنیم تا زمان تقسیم و حرکت به سوی زندان مستعمرات فرا برسد. اینجا حق داریم سیگار بکشیم، حرف بزنیم و غذای نسبتاً خوبی بخوریم. 17 روز است که در زندان وسط راه سن مارتن دوره به سر می‌بریم. امروز روز حرکت ما به طرف زندان اصلی است، یعنی زندان مستعمرات. از صبح در صفای 10 نفری در زاویه حیات این زندان ایستاده ایم. دری باز می شود و زندانبانان جدید که تعداد آنها در حدود 80 نفر است برای تحویل گرفتن زندانیان و انتقال آنها به یک کشتی دیگر وارد می شود. 4 پزشک و 3 کشیشان همراه آنها هستند. یک سرهنگ بلندگویی را به دست گرفته و می خواهد صحبت کند. داد می زند خوب گوش کنید. از این لحظه به بعد با همه شما مطابق قوانین تبعیدگاه گویان رفتار خواهد شد. اگه خلافی مرتکب بشید سلول انفرادی در انتظارتون خواهد بود. حالا مقداری سوپ به شما خواهند داد. پس از اون هر کدومتون 1 کیسه دریافت خواهید کرد. لباسهای مخصوص تبعیدگاه گویان داخل اون کیسه است.
بدونید که در گویان به شما بد نخواهد گذشت. اونجا میتونید بازی کنید، آواز بخونید و هر چقدر دلتون خواست سیگار بکشید. ولی انضباط اونجا سخت و جدیه. براتون سفر خوبی آرزو میکنم و تأکید میکنم که در طول سفر با همراهانتون مشکلی ایجاد نکنید. همین. تدارک سفر به گویان در ساعت 6 صبح روز بعد دیده میشود. جلوی ما در فاصله 3 متری 10 ژاندارم با تفنگ‌های آماده عقب عقب راه می‌روند و مراقب ما هستند. چیزی نمی‌گذرد که در بزرگ قلعه باز می‌شود. ستون زندانیان به آرامی حرکت می‌کنند. ساعتی بعد سوار کشتی بعدی می‌شویم. 40 نفر اول را که ما نیز جزو آنها هستیم در ته انبار کشتی داخل یک قفس بزرگ که میله‌های ضخیم آهنی دارد جای می‌دهند. روی این قفس تابلویی به این مضمون نصب شده است: سالن شماره 1 با گنجایش 40 زندانی مخصوص با مراقبت دائمی و دقیق. سفرمان با این کشتی آخری 18 روز طول می‌کشد. بین راه فقط یک حادثه اتفاق می‌افتد. یک شب با همه سفارشی که آن سرهنگ کرده بود، ناگهان فریادی وحشتناک همه جا پیچید. یک زندانی را که با چاقو به قتل رسیده بود، غرق به خون روی عرشه کشتی مرده یافتند. ولی خیلی زود قضیه را رفع و رجوع کردند و همه چیز آرام شد. در این 18 روز ما فرصت داشتیم که درباره زندان مخوف یا تبعیدگاه گمنام گویان اطلاعاتی کسب کنیم. همه چیز ترسناک بود. سرانجام سه سوت پیاپی کشتی و صدای پروانه های موتور آن به ما اعلام می کند که به مقصد رسیده ایم. بعد صدای موتور کشتی خاموش می شود و لحظاتی بعد همگی به صف از کشتی پیاده می شویم. مردمانی که همه به سبب ماجراهایی به حق یا ناحق می باید بقیه عمر خود را دور از اجتماع خشمگین به سر ببرند، آرام راه می روند. صف 200 نفری زندانیان بعد از پیاده روی طولانی عذاب‌آوری به یک در چوبی بزرگ می رسد. روی در نوشته شده است: ظرفیت زندانی 2000 نفر. در باز می شود و ما در صفوف 10 نفری وارد می شود. عده زیادی از زندانیان رسیدن ما را تماشا می کنند. برای اینکه ما را بهتر ببینند از پنجره ها خم شدند و یا از دیوارهای حیات بالا رفتند. در مناطقی مانند آنجا که گرم سیر است، شب و روز ناگهان فرا می رسد. از شفق و فلق خبری نیست. ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر چادر سیاه شب ناگهان فرو می افتد. ما را به سالن‌های مخصوص و اتاق‌های کثیف هدایت می کنند. دو زندانی فانوس به دست می آیند و آنها را به چنگک‌هایی که از سقف آویزان است وصل می کنند. فانوس‌ها نور کمی دارند و 3/4 سالن تاریک است. از خستگی زیاد همه ی روی زمین می افتیم و دراز می کشیم. من میان دگا و یک زندانی دیگر به نام پیرو دراز می کشم. مدتی ما هم حرف زدیم و بعد خوابمان برد. هنوز روشنی صبح ندمیده بود که شیپور بیدار باش به صدا در آمد. همه از جا برخواستند و رفتند که دست و روی بشویند. بعد از پوشیدن لباس مخصوص زندان به هر کدام من یک فنجان قهوه و یک گرد نان دادند. ساعت 9 صبح بود. دو نگهبان و یک زندانی جوان که لباس سفید پوشیده بود وارد سالن شدند. زندانی جوان پرستار بود. وقتی مقابل من رسید پرسید: حال چطوره پاپی؟ منو میشناسی؟ تعجب کردم. گفتم: نه. گفت: من سیرا آز روا هستم. تو کافه دانته پاریس هم دیگر دیدیم. یادم آمد که کیست. گفتم: آره آره، اما یادمه که تو 4 سالی پیش افتادی زندون. هنوز اینجایی؟ گفت: آره، کسایی که اینجا میان راحت بیرون نمیرن. آخر قطعه. تو هم سعی کن خودتو به مریضی بزنی اگه میخوای کاری انجام بدی، وگرنه تو این زندان میپوسی. این دوستت کیه؟ گفتم: دیگاست، قابل اعتماده. باشه، من اسمتونو تو لیست معاینه مینویسم. تو اسهال خونی داری و دوستت دچار بحرانهای آسمی میشه. من ساعت 11 تو بیمارستان برای معاینه شما آمادم. باید با هم حرفای خصوصی بزنیم. ساعت 11 من و دیگر را برای معاینه صدا می زنم. 3 نفر دیگر هم در لیست معاینه هستن. ما 5 نفر را از سالن بیرون می برند و به طرف بیمارستان حرکت می کنیم. ساختمانی سفید رنگ می بینیم که علامت صلیب سرخ روی در ورودی آن چسباندن. نگهبان های همراه ما هستند و از ما مراقبت می کنند. البته هیچ راه فراری در آن حاضر وجود ندارد، ولی به هر حال مواظبند. داخل سالن بیمارستان می شویم.
هر گوشه‌ای دو نگهبان مراقب ایستاده‌اند. کمی که می‌گذرد، پرستار جوان به ما نزدیک می‌شود و اشاره می‌کند که داخل اتاق معاینه بشویم. نگهبان مراقب ما جلوی در می‌ایستد و ما داخل می‌شویم. سیرا با دو سه زندانی بیمار حرفایی می‌زند. یکی از زندانی‌های بیمار را می‌شناسم. نامش فرناندز است. همان که در کافه مادرید پاریس سه آرژانتینی را در عرض چند دقیقه کشت. سیرا پرستار جوان بعد از کمی صحبت با فرناندز او را مرخص می‌کند. نفر بعدی را هم بعد از کمی صحبت و دادن داروی مرخص می‌کند و ما با او تنها می‌شویم. سیرا رو به من می‌گوید: ببین پاپیون، من خیلی خوشحالم که میتونم به تو و دوست دگاه خدمت کنم. فقط خوب گوش کن. تو و دگاه رو قراره به یکی از سه جزیره وحشتناک زندانیان خطرناک بفرستند. اگه پاتون به اونجا برسه، دیگه برگشتی تو کارتون نیست. مثل اینکه میخوان تو رو تو ابد اونجا نگه دارن. دگاه رو هم حدود 5 سال نگه میدارن. ولی نگران نباشین، من براتون نقشه کشیدم. با شنیدن این حرفا ضربه وحشتناکی رو تحمل میکنم. انگار بدبختی بزرگی در راه است. اما سیرا تا ناراحتی من را میبیند تسلای من میدهد. میپرسد: ببینم پول و بلهی تو کارتون هست؟ میگویم: آره، مقداری هست. پس هر کدومتون حدود 500 فرانک به من بدین. منم با کمک افراد بیمارستان تا فردا صبح همینجا بسترتون میکنم. فراموش نکن پاپی، تو اسهال خونی داری و تو دیگا نصف شب داد و بیداد را میندازی که دچار حمله تنگی نفس شدی. اما نه، بهتره که تو پاپی نصف شب بلند شی بری سراغ پرستار کوچیک بیمارستان، بهش بگی که دگا داره خفه میشه. واقعی کارا به عهده من. ولی پاپیون، از تو فقط یه چیز میخوام، اینکه اگه فکر فرار به سرت زد به موقع منو خبر کنی. مطمئن باش که کمکت میکنم، ولی فعلا فکر فرار به سرت نزنه، چون موقعیت مناسب نیست. من تو این بیمارستان میتونم یه ماه شما رو نگه دارم به بهانه های مختلف، اما شما هم بیشاش باید هر هفته 1000 فرانک به من بدیم. به هر حال باید فوراً فکراتو بکنید و دست به کار بشیم، وگرنه تا آخر عمر توی اون جزیره که میخوام ببرنت میپوسی. بدون هیچ فکری حرفای سیرا رو قبول میکنم. دیگا هم راضیست. چاره دیگری نداریم. پولها رو به زحمت بیرون میآوریم و به سیرا میدهیم. نقشه سیرا پرستار جوان آغاز میشود. امروز درست 1 هفته است که من و دگا در بیمارستان زندان به سر میبریم. دیروز 200 فرانک به پرستاری که سیرا فرستاده بود دادیم. در روال این پول قرار است ما دو نفر را 1 هفته دیگر در بیمارستان مراقبت کنند. دیشب رنگبارهای شدید مسدسن را میشنیدیم. این صداها همه ما را سخت مضطرب کرده است. آیا کسی را اعدام کردند؟ نمیدانیم. اما صبح بالاخره خبر بسیار مهم و خوشحال کننده ای شنیده ایم. دیشب دوستی که از او جدا شده بودیم فرار کرد و مسلسلها برای او به صدا در آمده بودن. خدا کمکش کنه. دوست بسیار خوبی بود. حیف که از ما جدایش کرده بودند، وگرنه با هم فرار میکردیم. روزها همینطور با انتظار دردآلودی میآیند و میروند. امروز هم میگذرد و فرداها و فرداها. حساب که میکنم میبینم درست 19 روز است که در بیمارستان هستیم. البته بیش از 1 ماه نمیتوانند ما را در بیمارستان نگه دارند. پس برای فرار 10 روز یا حداکثر 11-12 روز بیشتر وقت نداریم. با دگا و فرناندز صحبت میکنم. دگا میگوید: من هنوز به نقشه فرار تو اعتماد ندارم. اگه لازم باشه حاضرم رشوه کلانی به یکی از رؤسای اینجا بدم که منو به جزایر مخوف نفرستند. باید با سیرا مشورت کنیم ببینیم چون این کاری امکان داره انجام بشه. پیشنهادش را روز بعد که سیرا را در سالن بیمارستان میبینم مطرح میکنم. سیرا میگوید برای نرفتن به جزایر نباید به هیچ کس پول بدیم، چون در این مورد دستور مستقیم از فرانسه میرسه و کسی نمیتونه دخالت کنه. حتی رئیس زندان هم کاری نیست. همین روزا قرار یک کشتی بزرگ بیاد و عده زیادی را از اینجا به اون جزایر ببره. اگه شما تو بیمارستان ناراحتید، طاقت بیارید که اون کشتی بیاد و افراد مورد نظر رو ببره. بعد از بیمارستان خارج بشید. دیگه می دانم که تا وقتی کشتی دیگر بیاید او باید 8 روز انتظار بکشد و این انتظار برای او آزاردهنده است. فکر میکنند اگر خلافی بکند و او را به سلول انضباطی ببرند، از آنجا راحت تر می توانند فرار کنند تا از بیمارستان. سیرا می گوید
اگه پول بدین میتونم یکی از زندانیان سابق رو که آزاد شده و هنوز اینجا نفوذ داره به سراغتون بفرستن تا باهاش حرف بزنین. شاید اون بتونه از پشت دیوار بیمارستان که رودخونه بزرگی داره قایقی براتون فراهم کنه. اسمش جوروه. فقط خیلی پول میخواد. قبول میکنیم و قرار ملاقات میگذاریم. بالاخره روز بعد اون رو در بخش رادیوگرافی بیمارستان ملاقات میکنیم. جورو زندانی پیریست که آزاد شده ولی هنوز توی دهکده اطراف زندان زندگی میکنند. مثل سنگ و چوب خشک است. نمیدانیم چه نفوذی دارد که میتواند بیاید توی بیمارستان پرسه بزند. روی چهره سیاه‌سوخته‌اش جای دو زخم وحشتناک دیده میشود. وقتی آدم را نگاه میکند از یک چشمش مدام آب میریزد. قیافه‌ای کثیف و پر ادبار دارد. نمیتوانیم به او اعتماد کنیم. با این حال چاره ای نداریم. باید از طریق او راه های فرار را یاد بگیریم. میگوید ببین داداش، اسم من جوروه. همه منو میشناسن و بهم اعتماد دارن. شما هم بهتر اعتماد کنید. من میتونم زورقی براتون فراهم کنم که 4 یا 5 نفر گنجایش داشته باشه. یه بشکه آب آشامیدنی، مقداری آذوقه، کمی هم توتون و قهوه براتون میارم. به علاوه 3 تا پاروی قایق نونی، 1 کیسه آرد خالی، 1 دونه سوزن، مقداری نخ و پارچه و این چیزام هست. خودتون باید برای زورق بادبون درست کنیم. سخته، ولی باید درست کنیم. 1 دونه قطنما، 1 دونه تبر، 1 دونه چاقو، 2 تین مشابه و از این چیزا براتون آماده میکنم. همه اینا براتون 2500 فرانک تموم میشه. تا 3 روز دیگه ما به هلال خودش نزدیک میشه. اگه قبول کنین و پولو بدین، من تا 3 روز هر شب ساعت 1 تا 3 نیم شب توی قایق منتظرتون میمونم تا شرایط فرارتون مهیا بشه و بیاین. شب اول نتونستین عیبی نداره، شب دوم اقدام کنین. شب دوم هم نشد، شب سوم اقدام کنین. ولی شب سوم آخری مهلته. باید حتما بیاین، وگرنه دیگه من مسئولیتی ندارم. قایق و درست مقابل در پشتی بیمارستان آماده نگه می‌دارم. باید از روی دیوار پشتی به علامت دادن من توجه کنین. چون تا وقتی تو قایق منچستین نمیتونین اونو ببینین. حتی اگه دومتی شما باشه. من کارمو بلدم. حتی نگهبانای زندونم نمیتونن قایق منو ببینن. خب چی میگین؟ به دیگه نگاه میکنم. میگوید من هیچ اعتمادی به این مرد ناشناس ندارم. دیگه درست میگوید. خودم هم هیچ اعتمادی به اون ندارم، ولی به تنهایی موافقت خودم رو اعلام میکنم. دیگا پس میکشن و از من جدا میشود. به جرو میگویم اوکی. میگوید پس پولو به صرف. میگویم حالا نه، پولو میدم سیرا بهت بده. قبول میکند. از هم جدا میشویم. بیان که با هم دست بدهیم. ملاقات درخشانی نبود و آزارم داد. روز بعد یکی از پرستاران اتاق که هم دست سیرا بود و به اون گفتن شاتان 2500 فرانک که مرا گرفت تا به سیرا برسند. به خودم گفتم دارم قمار میکنم. امیدوارم این جورو 2500 فرانک که من صرف عیاشی خودش نکنه و به قولش وفادار باشه. واقعا ریسک بود. ریسک بزرگ. بعد از جلو شدن دیگه از این نقشه زندانی دیگری را راضی به فرار کرده بودم. او کلوزیو نام داشت. خوشحال بود و به این نقشه اعتماد داشت. پولی در بساطش نبود. منتها میتوانست کمک خوبی باشد. فقط یک چیز ناراحتش میکرد. آنم این که برای این فرار 2 نفر کافی نیست. باید نفر سومی هم با ما باشد. اما چه کسی را میتوانستیم به عنوان نفر سوم در فرار پیدا کنیم؟ ناگهان یک جوان زیبای زندانی به ما نزدیک شد و از ما کبریت خواست. اسمش ماتورت بود. و به جرم قتل یک راننده تاکسی به 7 سال محکوم شده بود. صدای زنانه ای داشت. من کبریتم را به اضافه 4 نقل سیگار به او دادم و توجهش را به خودمان جلب کردم. کلزیو گفت پیدا کردم پاپی. این پسره میتونه به ما خیلی کمک کنه و با ما باشه. پرسیدم چه کمکی؟ میتونه سر نگهبان رو حسابی گرم کنه. براش تمنازی کنه و گولش بزنه و ببرش یه گوشه ای تا ما بتونیم راحت بریم پشت دیوار بیمارستان. روز 27 نوامبر سال 1933 میلادی است. 2 تا از پایه‌های تخت قوای من را چنان آماده کرده ایم که فوراً بتوانیم آنها را در بیاوریم و به عنوان چوب دستی از آنها استفاده کنیم. لحظات استراب‌آلود این شب استثنایی به کندی می‌گذرد. ساعت 8 شب ماتورد به نگهبان مورد نظر می‌گوید بعد از نیمه شب بیا. نصف شب می‌شود. آماده شده ایم.
مرد نگهبان را ماتورت سرگرم می کند. در همین لحظه است که من هم پایه آهنی و سنگین تخت خوابم را از جا در می آورم و به دست می گیرم. کاملا آماده حرکتم. بر طبق نقشه من باید پشت دری کمین بکشم و وقتی مرد نگهبان از موتورت جدا شد کلزیو سر راه او قرار بگیرد و توجهش را جلب کند. همون وقت من هم کار را تمام کنم. بالاخره انتظار به پایان رسید و نگهبان از موتورت جدا شد. از دیدن کلزیو که در آن وقت شب بیدار مانده بود تعجب میکند. میگوید هی این وقت شب چرا مثل شاخ شمشاد وسط راه رو وایسادی؟ مگه تو خواب نداری زندانی؟ درست در همین لحظه ضربه میله آهنی من وسط کلهش فرود می آید و بی صدا بر روی زمین می افتد. فوراً لباس و کفشایش را در می آورم و می پوشم. جسد نیمه جانش را هم زیر یکی از تخت خوابا می کشم. پیش از آن که ترکش کنیم ضربه دیگری به وسط کلهش می زنم که مطمئن شدم به این زودی ها به هوش نخواهد آمد. جالب است که حتی یکی از زندانی هایی که بیمارند و در آن سالن به خواب رفتند بیدار نمی شود. فوراً به طرف در سالن می روم. کلزیو و ماتورت هم به دنبالم می آیند. چند نگهبانی هم که سر راه من قرار می گیرند با ضربه های میله آهنی من به زمین می غلطند. همه آنها که در حالت خواب و بیداری نگهبانی می دهند با ضربه های میله من و مشتای کلزیو مثل چوب خشک به گوشه می افتند. عهد و ناسی از ضربه های ما بیدار نمی شود چون ضربه ها را با احتیاط می زنیم که صدایی ندهد. یکی از نگهبان ها بعد از خوردن ضربه آه بلندی کشید. صدای او اونقدر بلند بود که مجبور شدیم نفس را در سینه همون حبس کنیم و گوشه پنهان شویم. اما باز هم کسی از جای خود نجنبید و صدای آه را نشنید. تفنگ های نگهبان ها را بر می داریم و از پله ها سرازیر می شویم. به سرعت به طرف دیوار پشت بیمارستان می رویم. وقتی به آنجا می رسیم کلزیو از شانه های من بالا می رود. بعد ماتورت را بالا می کشد و بعد از اون مرا. در سیاهی مطلق شب از آن سوی دیوار به پایین می خزیم. کلزیو داخل گودالی می افتد و پایش درد می گیرد. من و ماتورت سالم هستیم. هر دو از روی زمین بلند می شویم و به طرف کلزیو می رویم. می گوید پا من انگار شکسته بچه ها. خدا می داند چه دردی می کشید. اما به روی خودش نمی آورد. ولی مجبور بود تحمل کند. به ماتورت میگویم مواظب او باشد تا بروم سر گوشی به آب بدم. شب آنچنان تاریک است که حتی وقتی به آخر دیوار میرسم متوجه حضور ژرو نمیشوم. ولی ناگهان صدایش را آرام میشنوم که میگوید شما این؟ منم آهسته میگویم آره. تو ژرو هستی خودتی؟ آره خودمم. کبریتی را برای ثانیه ای روشن میکند. حالا میدانم که در کجای رودخانه است. خودم را به آب میزنم و به او میرسم. مرد دیگری هم توی قایق نشسته است. میپرسد کی هستی؟ میگویم پاپیون. میپرسد پس بقیه کجان؟ بقیه پشت دیوار موندن. یکیشون از دیوار که پرید پاش شکست. نمیتونه راه بیاد. باید بریم طرفشون. خیلی خوب. پس بشین پارو بزن. سه نفری پارو میزنیم. قایق سبک فوراً 100 متر را میپیماید و جریان آب ما را به خود میبرد و به نزدیک محلی که کلزیو افتاده است میرسد. ماتورت و من کمک میکنیم که لزیو سوار شود. حالا توی قایق 5 نفر نشسته ایم. زورق در تاریکی شب برو میرود. از جرو میگوستن حالا کجا میریم؟ میگوید ما شما رو میبریم به خلیج کوچیکی که 30 کیلومتر با اینجا فاصله داره. شما باید اونجا پنهان بشی. 8 روز اونجا میمونین تا آبا از آسیاب بیفته. میگوستن چرا؟ برای اینکه پلیس ها و شکارچی های آدم که به خاطر گرفتن جایزه زندانی های فراری رو تعقیب میکنن دست از سرتون بردارن. این شکارچی های محلی با قایق های بی موتور و بی سر و صدا همه جای این رودخونه میپلکن. از مامور های زندان هم خطرناکترن. اگه کوچکترین صدا یا آتش کوچکی از شما بشنون یا ببینن ممکنه به قیمت جونتون تمام بشه. اما پلیسا و مامورای زندان به اون خلیج وارد نمیشن چون ناواردن و ممکنه کار دست خودشون بدن. ولی شکارچی‌های آدم همه جا رو میشناسن و همه جا هستن. ولی از ساعت‌های نیمه شب به بعد میرن بخوابن. برای همین گفتم الان بیاین. حرفاش رو باور میکنیم. حتی سیگار هم نمیکشیم که مبادا عده‌ای از آنها بیدار مانده باشند. کم کم رنگ آسمان روشن میشه. ساعت تقریبا نزدیکی های 4 صبح است. بالاخره بعد از دور زدن های زیاد به گذرگاهی که فقط ژرو می شناسد می رسیم. از آنجا هم وارد جنگل می شویم و روی رودخانه که در داخل جنگل حرکت می کند قرار می گیریم. رودخانه به اعماق جنگل فرو می رود.
قایق ما را هم میبرد. همچنان که پیش میرویم درختان انبوه جنگل در پشت سر ما راه را میبندند و پرده ای از محافظ برای ما به وجود میآورند. از مهارت و کاردانی جورو تعجب میکنم. آدم باید به راستی جادوگر باشد تا بداند که در این قسمت از رودخانه برای قایقرانی آب به قدر کافی هست یا نه. یک ساعت است که در جنگل هستیم و بر سر راه خود شاخه‌های درختان را که سدی در برابر ما درست کرده‌اند می‌شکنیم. ناگهان به جای عجیب می‌رسیم که جورو در نظر دارد قایق را متوقف کند و ما را به امان خدا بسپارد. ساعت 5 خورده است، ولی در آن مکان و آن نقطه از جنگل درختان آنقدر انبوهند که نور آفتاب نمیتواند آن را روشن کند. در زیر گنبد سبز درختان هزاران جانور ناشناس با فریادهای خود بشقروی به راه انداختند. روی زمین قرار میگیریم. جورو میگوید اینجا باید 8 روز انتظار بکشید. من روز هفتم میام و براتون آذوقه و خوراکی میارم. فعلا خدا نگهدار. نمیدانیم چه بگوییم. به آنها اعتماد میکنیم و حرف و قولشان را میپذیریم. ماتورت بیشتر از ما میترسد و ترس خود را نشان میدهد، اما من و کلوزیو طاقت میآوریم. جورو و همراهش در کمال ناباوری ما دور میشوند و میروند. ناپدید شدن آنها مساوی است با آغاز اضطراب و دلشوره ما. آیا برمیگردند یا پول ما را میخورند؟ آبی امروش لرزه به اندام ما میافتد. با اینکه هوا سرد نیست، سرمایی را در درون خودمان حس میکنیم. روز در جنگل به طرزی مخصوص میدمد. آفتاب کم کم در میان درختان انبوه نفوذ میکند و هوا گرمتر میشود. حالا من و کلودیو و ماتورت تنها هستیم. تنها و دور از زندان. نخستین عکس‌العمل من خنده است. خنده های عصبی. همه چیز به سرعت و بی زحمت انجام گرفته است. فعلا تنها مشکل ما پای شکسته کلوزیو است، ولی خود اون میگوید که حالا پایش کمتر درد میکنن. انقدر در این فرار انرژی مصرف کرده ایم که فعلا حوصله نداریم به چیزی فکر کنیم. خداوندا، حالا دیگر آزادیم. درست 37 روز پیش بود که ما را به زندان گویان بردند. اگر این فرار موفقیت آمیز باشد، از مجازات حبس ابد رها خواهم شد. موتورت هم که محکوم به حبس ابد بود خوب در رفته است. کلوزیو خوشحال است. میگوید به زودی میریم ونزوئلا و همونجا پیروزی خودمون رو جشن میگیریم. من جوابی نمیدم، چون هنوز مطمئن نیستم که از این جزیره خلاص بشویم. باید ببینیم جورو میآید یا نه. پیشنهاد میکنم توی جنگل چرخی بزنیم و کمی خوراکی پیدا کنیم. میمونها و سنجابها بالای سرمان لای درختهای انبوه غوغایی به راه انداختند. امروز 5 روز و 4 شب است که توی جنگلیم. اما هم یک گوشه آن که مخفیگاه خوبی است. دیشب باران سیلاسایی بارید، ولی ما به هیچ وجه خیس نشدیم، چون درختان انبوه بالای سرمان محافظ خوبی بودند. گاهی فکرهای بدی به سرم میزنند. نکنند جورو با جان ما 3 نفر بازی کرده باشد. شبها 2 نفرمان میخوابیم و 1 نفر کشیک میدهد. پرنده ای را که نمیدانم اسمش چیست شکار کردیم و شام خوردیم. خیلی خوشمزه بود. نیمه های شب در حال کشیک دادن ناگهان صدای مردی را میشنوم. میگوید تکون نخور وگرنه کشته میشی. عقبگرد کن. برمیگردم و چشمم به مردی میافتد که تفنگ دلولی به دست گرفته. داد میزند مسلحی؟ میگویم نه. تنهایی؟ نه. چند نفرین؟ 3 نفر. کجا هستن؟ زیر اون درخت خوابیدن. برو نزدیکشون بیدارشون کن. راه میفتم. او پشت سرم در حالی که لوله تفنگش را به کمرم چسبانده است میآید. میپرسد شما همون 3 نفری هستین که از زندان فرار کردن؟ بله، هموناییم. فاپیون کدومتونین؟ منم. چه عالی شد. شما با این فرار انقلابی قیامتی به پا کردین. شنیدم تو زندان قوقایی به پا شده. مرد مسلح تا مرا می شناسد، در حالی که لوله تفنگش را به طرف زمین گرفته دستش را به طرفم دراز می کند. می گوید من برتون نقابدار هستم پاپیون. چیزی در بارم شنیدی؟ نه، ولی احساس می کنم شکارچی آدم ها هستی. نه، شکارچی پرنده ها هستم. به آدم هایی مثل شما احترام می زارم. قهوه و این چیزا می خوری؟ بدم نمیاد. به دوستانم میرسیم. مرد غریبه میگوید بیدارشون نکن بذار بخوابن، و
ولی من به حرف او اعتنایی نمی کنم. بچه ها رو بیدار می کنم. اول کمی می ترسند. اما با آنها اطمینان دادم که تعف با ماست. مرد روی زمین می نشیند و از کولش بساط قهوه و خوراکی را در می آورد. وقتی چیزی می خوریم با او درباره جرو و اینکه قرار از چند روز دیگر بیاید و ما را به جایی برساند حرف می زنیم. او تعجب می کند که به وعده های جرو اطمینان کرده ایم. مطمئن است که آن مرد قالمان می گذارد و نمی آید. ناچار حرفش را باور می کنیم. می گوید من کمکتو می کنم تا به راحتی از اینجا به یه جای امن برید. یه قایق براتون فراهم می کنم. نشونی می دم که برید به جزیره به اسم جزیره بیژون. اونجا 200 جزامی رو نگهداری می کنن. هیچ نگهبانی اونجا نیست. حتی دکترها هم می ترسن برن اونجا. فقط هر روز ساعت 8 صبح یه قایق قازوبه برای 24 ساعت براشون میارن. شما اگه به اونجا برین خیلی راحت با اون ماشین و قازوبه میتونین فرار کنین و از اینجا دور بشین. حرفای مرد غریبه به دلمان مینشیند. دلیلی ندارد باورش نکنید. صبح که میشود مرد غریبه میرود و با قایق کوچکی برمیگردد. به سختی از جنگل میگذریم و به طرف جزیره بیژون حرکت میکنیم. جزیره بیژون معدن کبوتر هاست. 6 ساعت طول میکشد تا به آنجا برسیم. مرد غریبه راهنماییمان میکند. همه چیزش را در اختیار ما میگذارد و میرود. کنوزیو و ماتوره ترجیح میدهند بدون آگاهی از وضعیت جزامی ها وارد جزیره نشوند. ولی من ترسی ندارم. آنها را توی قایق مینشانم که منتظر خبر من باشند. خودم تنهایی و به سرعت داخل جزیره میشوم. قوت‌نمایی به دست دارم. هوا تاریک شده است. اینجا هم انبوه شاخه‌ها مانعی سر راه هستند. آنها را میشکنم و پیش میروم. علامتهایی توی راه میگذارم که موقع برگشتن گم نشوم. ناگهان از دور نوری را میبینم و صداهایی میشنوم. نمیترسم و پیش میروم. هرچه باد آباد. برای آنکه حواس آنها را به خودم جلب کنم سیگاری روشن میکنم. ناگهان سگی پارس میکند و به طرفم میآید. روبرویم میایستد و همچنان پارس میکند. صدای مردی را می شنوم. اونجا کیه؟ مارسل تویی؟ می گویم مارسل نیستم. یه زندانی فراری هم. اینجا چی کار می کنی؟ می خواهی چیزی بدزدی؟ نه، احتیاج به کمک دارم. مجانی یا در برابر پول؟ هر جور که شما بگین. لحظه ای بعد 4 شبح از کلبه های اسیری بیرون می آیند. صدایی می گوید آهسته بیا رفیق. شرط می‌بندم تا همون زندانی معروفی هستی که بهش میگن پاپیون. آره خودمم. پس بیا جلو. جلو می‌روم. خطوط چهره آنها را که می‌بینم وحشتم می‌گیرد. احمقانه دستم را دراز می‌کنم که با آنها دست بدم. اما آنها دست نمی‌دهند. ناگهان بیاد این می‌افتم که جزامی‌ها با کسی دست نمی‌دهند، مبادا طرف جزام بگیرد. مرا به درون کلبه‌شان دعوت می‌کنند. توی کلبه جزامی‌ها روی چهارپایه اصیلی می نشنن. چهره هاشان حقیقتاً وحشتناک است، اما دوستانه رفتار می کنن. سعی می کنم چشمم را بر نگردانم و احساس وحشتم را بروز ندهم. دیدن این چهره ها همه دردهایم را از بین برده است. یکی از آنها به جای بینی فقط یک سوراخ وسط صورتش دیده می شود. دیگری از من لب و دهانش معلوم نیست. یکی از آنها که به نظر می رسد بزرگترشان است، دیگری را می فرستد که از رئیسشان اجازه ملاقات بگیرد. می خواهد ببیند آیا اجازه دارند که ما را در آنجا بپذیرند. مرد می رود و لحظاتی دیگر بر می گردد. گویا رئیسشان که توسن نام دارد قبول کرده که با من ملاقات داشته باشد. همگی راه می افتیم. چند دقیقه بعد به میدانگاهی می رسیم که با درختانی بزرگ و قطور محاصره شده است. جلوی خانه‌ای در آنجا حدود 20 مرد جزامی کشیک می دادند. راه را برای ما باز کردند. وارد خانه شدیم. خانه‌ای بزرگ بود و مردی آنجا روی چهارپایه نشسته بود که صورتی سفید داشت و اصلا شبیه آدمیزاد نبود. 90% چهره‌اش را جزام سوزانده بود. بلافاصله پرسید من توسن هستم. تو هم باید پاپیون باشی. بله خودم هستم. خب. گفتی که اومدی از ما کمک بگیری. چه کمکی میخوای؟ یه قایق محکم و مطمئن میخوام. باشه. من قایق خودمو بهت میفروشم. فقط باید 3000 فرانک بپردازی. داری؟ بله داریم. دارید؟ مگه چند نفرید؟ 3 نفر. دوستانم دور از اینجا منتظر هستن. خیلی خوب. معامله تموم شد. برو پول رو بیار. قایق من رو تحویل بگیر. امیدوارم به سلامت برید. تشکر میکنم.
و به طرف دوستانم به راه می افتم. قایق محکم و خوبی را که از رئیس جزامیان خریده ایم به آب می اندازیم و حرکت می کنیم. این قایق دیگر مثل آن اون جورق کهنه نیست. در این قایق احساس امنیتی داریم که هرگز تا آن لحظه تجربه نکرده بودیم. با سرعت سرسام‌آوری ما را به جلو می برد. باران گرفته است و ما تا ده متری جلوی ما را نمی بینیم، ولی قایق به راه خودش می رود. ماتورت به جلو خم شده و نگاهش خیره به دور دست دریاست. مواظب است که قایق به صحرا نخورد. جریان آب زیر انگشتانم می دود. کم کم باران بند می آید و نور ماه به ما اجازه می دهد که آشکارا 100 متر جلوی ما را ببینیم. من می کشم مرز برخورد دریا و شط را ببینم. چنان به سبکی موجهای بلند دریا را می پریم که انگار سوار امواجیم. پرندگان ساحلی به سراغ ما می آیند و بالای سر قایق می چرخند. فاصله من تا مقصد زیاد است. می خواهیم به بندر معروفی برویم. احتمال می دهم 1200 کیلومتر راه باشد. آن هم راه آبی که 1000 نوع مشکل دارد. بندری که قصد داریم با آن برسیم سانتا ماریا نام دارد. گاهی با آرامش و گاهی با تنش به جلو می رویم. ساعتهایی می رسد که پیش روی ناممکن می شود. گوشه ای توقف می کنیم تا باد و طوفان تمام شود. به جاهایی می رسیم که مجبوریم 2-3 روز توقف کنیم، چون اگر خطر کنیم و جلو برویم امکان غرق شدن قایق زیاد است. به این ترتیب 42 روز از لحظه فرارمان می گذرد و هنوز روی آبیم. این را کلوزیو حساب کرده است. هنوز پایش مشکل دارد و درد می کند. یک جایی وسط دریا طوفانی وحشتناک غافلگیر ما می کند. انگار زنجیر پاره کرده است. حقیقتا هم ترسناک است. امواج از پی هم و در یک جهت می آمدند و قایق را به عقب می راندند. احساس می کردیم که کارمان را نه پلیس‌های زندان بلکه همین طوفان تمام می کند. اما طاقت آوردیم و جلو رفتیم. دعا می کردیم که خدا کند با مأموران زندان مستعمرات که حتما به دنبال ما هستند روبرو نشویم. بین راه هم در بعضی جاها مقر پلیس وجود دارد که اغلب آنها را رد کرده ایم، چون طوفان است و کسی ما را نمی بینند. خدا کند بعدی ها هم ما را نبینند. اما شانس با ما نیست. ناگهان یک کشتی با سرنشینان سفید پوش مستقیما به سوی ما می تازند. تیرهایی به سوی ما شلیک می شود. البته تیرها هوایی شلیک می شود. من بدون آنکه اطاعت کنم پیش می رانم تا شاید ما را گم کنند. اما غیر ممکن است. دریا آرام است و امیدی به طوفان و امواج نیست که بشود میانشان از خطر جست. کشتی نیرومند آهسته به ما می رسد و ما رو در رو با 10 مرد مسلح مجبور به توقف می شویم. این افراد قیافه های خاص دارند. مطمئنم مأموران زندان مستعمرات نیستند، اما به هر حال پلیسند. همشان هم تا دندان مسلح. اما کسی که فرمانده نامیده می شود قیافه و حالت قاتلین را دارد. 7 تیر بزرگی به کمر آویزان کرده، کمربندی پر از فشنگ هم بسته. چون هانگی به زبان دیگر حرف می زنند ما نمی فهمیم چه می گویند. اما نگاهشان، رفتارشان، لحن صدایشان خوشایند نیست. ما را مجبور به رفتن به سمت خشکی می کنند. به یک آبادی کنار دریا می رسیم. 6 نفر از سربازانشان ما را پیاده می کنند و حرکت می دهند. در آن آبادی ساختمانی است که شبیه زندان است. ما را به داخل آن می برند. در حدود 20 نفر زندانی کثیف آنجا هستند و به ما نگاه می کنند. فرمانده که عقب مانده بود اینک به ما می رسد. قوتنما و وسایل ما را زیر بغل دارد. حتی نانش را با شکلات ما می خورد. پی میبریم که بلافاصله همه چیزمان را غارت کردند. اشتباه نکردیم. مسائل دیگرمون به دست تعدادی دیگر از سربازانشان افتاده است. پلیس‌های محلی ما را در اتاقی که یک پنجره با مینه‌های زخیم دارد زندانی می‌کنند. تا صبح همونجا می‌مانیم. ساعت 10 صبح روز بعد چند پلیس دیگر با لباس سفید و کراوات می‌آیند تا از ما بازجویی کنند. ما را صدا می‌کنند و به ساختمانی می‌برند که ساختمان مدیریت است. یکی از آنها همراه همون فرمانده روبروی ما می نشیند. می پرسند از کجا می آیید و کی هستیم؟ ما به هم نگاه می کنیم. باید دروغی سر هم کنیم. مگر من کارمون زار است. من می گویم افرادی عادی هستیم و از کراچاو می آییم. می پرسند قبل از کراچاو کجا بودید؟ ترینیداد. پیش از ترینیداد کجا بودید؟ مارتینیک. داد می زند دروغ می گویید.
کنسول ما در کوراچاو یک هفته قبل مطلع شده که 3 زندانی از زندان مستعمرات فرار کرده به سوی ساحل می آیند. اگر کسی در زندان مستعمرات بوده باشد حتما به خاطر آن است که خطرناک بوده. شما همانهایی؟ راستش رو بگویید، وگرنه از طریق دیگری متوجه خواهیم شد. چاره‌ای نداریم که راستش رو بگوییم، چون به هر حال می فهمند و جرممان سنگین تر می شود. سرمان را تکان می دهیم، یعنی همانهاییم. می پرسند به چه جرمی آنجا بودید؟ دزدی یا قتل؟ کلوزیو و ماتورد سر تکان می دهند. من می گویم قتل غیرعمد، اما بیگناهم. مرد دقایقی نگاه من می کند و می گوید خیلی خوب. شما اینجا زندانی خواهید بود تا از بالا تصمیم گرفته شود که با شما چه کنیم. اگر می خواهید توسط ماموران خشن ما تنبیه بدنی نشوید، رفتار خوبی داشته باشید. آیا چیزی برای گفتن دارید؟ می گویم نه، فقط وسایل من را بدهید. مرد پوزخندی می زند، می گوید همه آنها از طرف گمرک اینجا مصادره شده است، مگر یک شلوار، یک پیراهن و یک جفت کفش برای هر کدامتون. همین، اینک یک هفته است که اینجا هستی، در یک زندان محلی در ساحل قدیمی. خبر تازه‌ای از هیچ چیز نداریم، جز آن که به ما میگویند به زودی به شهری در 200 کیلومتری آنجا اعزام خواهیم شد. این پلیس‌های خشن رفتارشان با ما بد است. خودم دیروز چند بار ضربه قنداق تفنگ یکی از آنها را تحمل کردم. با یک زندانی قدیمی آنجا به نام آنتونیو رفاقتی به هم میزنم. با هم سیگار میکشیم و میفهمم که به خاطر قاچاق به زندان محکوم شده است. یک شب به او نگاه میکنم و میگویم با فرار چطوری رفیق؟ تا حالا این کاری کردی؟ زود حرف من را در میابد و علامت میدهد که یعنی آن را دوست دارد. میگویم پس یه اره برا من پیدا کن. میگوید صد بزوس آب میخوره. میگویم به دلار بگو. میگوید 10 دلار. بلافاصله 20 دلار به او میدهم تا 2 تا اره پیدا کند. خیلی زود اره ها را برای من پیدا میکند. امتحانش میکنم و میبینم مرد مطمئن نیست. به او بیشتر پول میدهم تا در اره کردن میله های پنجره زندان کمکم کند. وقت های این کار را میکنیم که همه خوابند. صدای اره کردن ها را با پتویی خفه میکنیم. کلوزیو و موتورت هم کشیک میدهند و مواظبند کسی نفهمد. مرد 3 شب برای اره کردن میله ها وقت صرف میکند و موفق میشود. قرار فرار را میگذاریم، اما دوستانم نمیخواهند با من بیایند. به کلوزیو حق میدهم چون پایش هنوز خوب نشده. موتورت هم حق دارد چون هنوز بچه است. ناچار خودم همراه با آنتونیو اقدام میکنیم. میخواهم خودم را به مرز ونزوئلا برسانم و از آنجا به شهر خودم بروم. کلوزیو و موتورت معتقدند که راه دوری است و نمیتوانم و مطمئنم دستگیر میشوم. مردی که اره میکند هم میگوید کار خطرناکی میکنم، اما شب مورد نظر همراه میشود و با بقیه خداحافظی میکنیم و آماده میشویم. باران سیلاسایی میبارد. میروم نزدیک پنجره. با یک فشار به کمک کلوزیو و موتورت نه تنها میله ها از هم وا میروند، بلکه از زیر کنده میشوند. آنها در حالی که مرا بلند کردند هلم میدهند. پیش از بیرون رفتن از پنجره ضربات روی باسن و رانهایم میخورد. این ضربات مشتهای دوستانم است تا مرا هرچه زودتر از میان پنجره کوچک خارج کنند. بعد از من آنتونیو هم بیرون میآید. اینک در حیات هستیم و هوا تاریک است. ریزش باران سیلاسا بر روی بام ها صدای گوشخراشی دارد. در تاریکی مطلق به سوی در زندان حرکت میکنیم. در البته بسته است و نگهبان دارد، اما باید هر طور شده از دیوارهای کناری آن بالا برویم و به بیرون بپریم. آنتونیو دستم را میگیرد و راه را نشان میدهد. این آنتونیوی خارق‌العاده در شبی چنین تاریک که به زحمت 3 متری من را میبینیم راهش را میشناسد. خیلی سریع از راهش من رو از ساختمان زندان خارج می کند و خودش هم به دنبالم می آید. فکر نمی کردم تا این حد همراه باشد. دهکده را در تاریکی دور می زند و سپس جاده ای را که میان ساحل دریا و بیچه‌زار است در پیش می گیرد. من هم به دنبالش می روم. تا طلوع آفتاب در زیر باران سیلاسا راه می رویم. راه که نه می رویم، اما طوری که صدای گام های من به گوش خودمان هم نمی رسد. وقتی روز می دمد اصلا خسته نیستم. از خطر به نحو معجزه آسایی نجات می یابیم و دور می شویم. برای خودم هم باور کردنی نیست که اینقدر راحت از آن زندان محلی نجات پیدا کرده باشم. ولی آنتونیو می گوید اینها پلیس های ناآزموده‌ای هستند و محکم کاری را یاد نگرفتند. خروج از آن منطقه سرخپوستی مشکل نیست و ما بدون حادثه ای از همه موانع عبور می کنیم.
در جاده اصلی آنجا آنتونیو برای یک کامیون دست بلند می کند. سوار می شویم و راننده همون اول کار حسابی تیغمان می زند. لابد فهمیده است که فراری هستیم. پول را می پردازم و راننده از آن همه پول از خود بی خود می شود و چیزی را سر می کشد. همین باعث می شود که جاده را عوضی برود و وارد یک کوره راه گلالود بشود. کامیون در میان گلالای متوقف می شود و نمی تواند حرکت کند. ساعت نزدیک 7 صبح است. یک عرابه که به وسیله 2 اسب کشیده می شود از راه می رسد. کامیون جلوی راهش را گرفته است. داد و بیداد را می اندازد و با راننده دعوا می کنند. بالاخره همگی کمک می کنیم تا کامیون را از میان گلولای نجات بدهیم، اما موفق نمی شویم. گل تا بالای چرخهای کامیون رسیده است و کاری نمی توان کرد. در عرابه 2 راهبه با لباس سیاه نشستند و قرارشان برای شرکت در یک مراسم دیر شده است. بیتابی می کنند. پس از مشاجرات و محاسبات گوناگون نتیجه این می شود که همگی کمک کنیم قسمتی از بیشزار کنار جاده را صاف کنیم تا لااقل عرابه بتواند بگذرد. بعد از آن کامیون را نجات دهیم. البته همه گیاهانی را که سد راه عبور عرابه بودند قطع می کنیم. من گیاهان قطع شده را در جاده طوری می چینم که عرابه را حین عبور از جاده گلالود حفظ کند و چپ نشود. تقریبا پس از 2 ساعت کار طاقت فرسا جاده برای عرابه قابل عبور می شود. در این لحظه خواهران پس از تشکر از من می پرسند کجا می روم. وقتی جواب می دهم به سانتا ماریا و از آنجا به ونزوئلا، می گویند ما شما رو می توانیم تا نزدیکی سانتا ماریا، یعنی تا 8 کیلومتری آنجا برسانیم. می گویند ما 2 نفریم. می گویند مانعی ندارد، جا داریم. قبول می کنیم. مرد کامیوندار را به حال خود می‌گذاریم و سوار عرابه می‌شویم. نزدیکی‌های نیمه شب به یک صومعه می‌رسیم. یک دیوار بلند و یک در عظیم جلوی روی من است. کالسکران پیاده می‌شود تا با نگهبان آنجا صحبت کند و اجازه ورود بگیرد. نگهبانی می‌آید و تا ما را می‌بیند اوقاتش تلخ می‌شود. می‌رود تا از موافق خود اجازه ورود ما را بگیرد. خواهران راهبه تلاش می‌کنند کمک‌های ما را جبران کنند. می‌روند و بالاخره اجازه ورود ما را می‌گیرند. در این موقع من نمی‌دانم چه تصمیمی باید بگیرم. آیا با پای پیاده به همراه آنتونیو تا سانتا ماریا که فقط 8 کیلومتر آنجا فاصله دارد برویم یا اینکه شب را تا صبح همجا بمانیم؟ بالاخره تصمیم می‌گیریم همانجا بمانیم و تجدید قوا کنیم. همین تصمیم اشتباه برای من به قیمت 7 سال در سیاه‌چال ماندن تمام شد. اتاقی در طبقه دوم صومعه به ما دادند. از پنجره آن روشنایی شهر را می‌بینم. بندری بزرگ در آن دورها به چشم می‌آید. از فرط خستگی زود به خواب می‌رویم و هنگامی که به در می‌کوبند آفتاب بالا آمده است. در باز می‌شود و 4 پلیس مسلح وارد اتاق می‌شوند. یکی از آنها فریاد می‌زند: تکان بخورید چلیک می‌کنم. تکان نمی‌خوریم و تسلیم می‌شویم. به دستهایمان دستبند می‌زنند. بیرون می رویم و ما را سوار اتومبیلشان می کنند. من آرامم و اعتراضی نمی کنم. آنتونیو کمی ناآرام است ولی حرفی نمی زند. می کوشم بر خود مسلط باشم. جای طلب بخشایش و ترحم نیست. آن راهبه‌ها ما را گول زدند و به پلیس معرفی کردند. این برای من خیلی گران تمام شد. وقتی از اتومبیل پلیس پیاده می شویم عزم جزمی دارم که مردی مستحکم باشم. به دنبال پلیسا به سوی اتاقی که میله‌هایش رو به حیاط است می‌رویم. همان جایی است که به اتفاق آنتونیو از آنجا فرار کردیم. دوستانم را در آغوش می‌کشم. کلوزیو می‌گوید: فکر کردیم برای همیشه نجات یافتی. میگم: بدشانسی آوردیم. موتورت همچون بچه‌ای می‌گری افتاده است. بقیه زندانیان مات و حیران مانده‌اند. بازم به در و پنجره نگاه می‌کنم تا راه تازه‌ای برای فرار پیدا کنم. کلوزیو می‌گوید: تو هنوز نرسیدی، باز به فکر فراری؟ میگویم: تو فکر میکنی من میتونم این بازی و تفریح لذت بخش رو به همین سادگی ول کنم؟ همه میخندند. آنتونیو میگوید: من دیگه نیستم. 28 روز بعد بر اثر دخالت کنسول بلژیک در سانتا ماریا که مرا میشناخت نزدیک بود از دخمه مرگ نجات یابم. یکی از زندانیان آنجا که آزاد شده بود شرح حال مرا برای او تعریف کرده بود، اما مقامات منطقه زیر بار نرفتند و می‌خواستند مرا تحویل زندان مستعمرات بدهند تا در آنجا تکلیفم روشن بشود. موتورت برایم زبان باز می‌کند و می‌گوید: حالا فهمیدی پاپیون؟ این دفعه دیگه خیال بافی رو بذار کنار.
الان دیگه توی مایتابه هستیم و جلز و ولز شروع میشه. بس کن دیگه. به اون میگویم تو این تو فکر کن. ولی من باید از زندان محلی فرار کنم. تهیه و تمهیدات این فرار تازه بیش از یک ماه وقت مرا میگیرد. منتظر یک شب بیما هستم. در آن شب یکی از دوستان خودش را به دیوانگی خواهد زد. بر روی یک ورق آهنی خواهد کوبید و آواز کرکنندهی سر خواهد داد. اوضاع سلول بزرگ در هم و بر هم خواهد شد. من میله های تازه ای را که به پنجره زدند به کمک چند نفر از جا می کنم. این بار میله ها را محکم کاری کردند. اما من چند نفر کمکی دارم. همه راضی شدند که کمکم کنند. حتی یکی از دوستان خودم کلوزیو. ماتورت بازم قبول نمی کند بیاید. وقتی میله ها کنده می شود خودم را با تنابی که به کمرم وصل شده از پنجره به بیرون پرتاب می کنم. دقایقی بعد روی زمین هستم. آنجا منتظر کلوزیو میمانم. ناگهان صدای وحشتناکی میشنوم. کلوزیو به شدت به پایین پرتاب شده و روی زمین پهن شده است. در همین موقع صدای شلیک تفنگ از پست‌های نگهبانی بلند میشود. ما که از صدای تیرها به حالت دیوانه‌ها دچار شده ایم بلند میشویم که به طرف دیوار بلند عیاد بدویم و از آنجا بالا برویم و به بیرون از ساختمان زندان برسیم. با هر جان کندنی هست از دیوار 9 متری بالا می رویم و به خیابان می پریم. در نتیجه این پریدن پای راست کلوزیو دوباره می شکند و نمی تواند در جایش تکمان بخورد. چند لحظه بعد پلیس ها محاصره من می کنند و دستگیر می شویم. لعنت به ایشانس. در بیمارستان بستری می کنند. اطراف من پر است از سرباز تفنگ به دست برای مراقبت و محافظت از ما که مبادا از بیمارستان فرار کنه. اما با این پاهای گچ گرفته چطور می شود فرار کرد؟ پاهایم به شدت ورم کردند. کف پایم به اندازه سرم بزرگ شده است. کلوزیو هم وضعیتی مشابه من دارد. پس از یک هفته ما را در حیات بیمارستان سوار بر یک چرخ دستی گردش می دهند. 15 روز طول می کشد تا دوباره از پاهایم هم عکس بگیرند. می گویند هر دو استخوان پاشنه‌های پایم شکسته است. در نتیجه همه ی عمرم را باید با پاهای بیقواره و پهن حرکت کنم. روز 16 خبر می رسد که تا چند روز دیگر ما را به زندان مستعمرات تحویل خواهند داد. دود از کلم بلند می شود. بیچاره می شویم. قرار است یک عده پلیس با اسکورت محافظان ویژه برای بردن ما بیایند. امروز 12 اکتبر است و روز موعود نزدیک می شود. باید برای فرار از بیمارستان نقشه ای بکشم. باید آخرین دور رو هم بازی کرد. اما با چی؟ با این پاهای شکسته؟ نه، دیگر بازی تمام است. باید آماده شدم برای رفتن به آن زندان مخوفی که تقدیرم پوسیدن در آنجاست. 3 روز پس از 3 اکتبر در ساعت 11 صبح 12 نگهبان زندان مستعمرات ما رو تحویل میگیرند. سندی حاکی از تحویل رسمی ما به زندان اصلی امضا می شود. سرنوشت من این است که دوباره به این زندان مخوف برگردم. قرار است اینجا با اعمال شاقه پذیرای من باشند. همچنین پذیرای دوستانم کلوزیو و ماتورت. این از بدبختی من است که 11 ماه فرار سرشار از ستیز و حادثه های مختلف اینطور غم‌انگیز به پایان می رسد. بله، ما به همان جایی که با آن همه شتاب و ذوق از آن فرار کردیم باز می گردیم. دوستانم حرفی نمی زنند. نگهبانان از رسیدن ما به مقصد اصلی راضی هستند. زندانیان جمع شدند تا ما را نگاه کنند. همه با کنجکاوی منتظر مردانی هستند که فرارشان به افسانه تبدیل شده است. فرمانده زندان بلندگویی در دست می‌گیرد. می‌خواهد برای زندانیان درباره من سخنرانی کند. ابتدا خود ما را خطاب قرار می‌دهد. دوستان، حالا که شما را به خانه خودتان آوردند می توانید بفهمید که فرار واقعا فایده ای ندارد. سرنوشت شما در همین جا رقم خورده است. به هر کشور و هر شهری بروید خیلی زود توقیفتان می کنند و برتان می گردانند. امیدوارم از این پس آرام و سربراه به زندگی خود در این مکان که از هر جهت شایسته برای افراد اصلاح پذیر است ادامه دهید. روزی خواهد رسید که برگه آزادی را به دست خواهید گرفت و روانه زندگی خود خواهید شد. مشروط به این که به قوانین و مقررات اینجا احترام بگذارید. سفارش کردم از این پس با شما بهتر از قبل برخورد کنند و رضایتتان را فراهم آورند. دیگر حرفی ندارم. بروید و مشغول زندگی شایسته‌ای برای خود و دوستانتان باشید. روز بخیر.
فرار طولانی ما حیثیت غیر قابل تردیدی برای من نزد زندانیان دیگر فراهم آورده است. همه‌شان بدون استثنا به ما احترام می‌گذارند. حتی به نوعی تمجید و تحسین من می‌کنند. فرمانده زندان هم روی ما حساب دیگری باز کرده است. حالا که همه فهمیدند ما نگهبانان اینجا را با ضربه‌های معمولی بیهوش کرده ایم، از ما حساب می‌برند. می‌دانند که حاضر به هر کاری هستیم. امروز صبح آمدند که ما را برای اصلاح سر و صورت و پوشیدن لباس مخصوص به حیات ببرند. قرار است به دادگاه برویم و از خودمان دفاع کنیم که چرا فرار کردیم. اگر نتوانیم دادگاه را قانع کنیم، سلول انفرادی در انتظارمان است. دادگاه از 7:30 صبح آغاز به کار می کند. گچ پای کلوزیو را باز کردند و خوب راه می رود. می آید و در جایگاه مخصوص می نشیند و به من لبخند می زند. ماتورت اخم کرده است. چندین نگهبان در گوشه و کنار دادگاه ایستادند و منتظرند کوچکترین حرکتی برای فرار از ما سر بزنند تا بریزند روی سرمان و لهو لوردمان کنند. رئیس دادگاه با چکش همیشگیش بر میز میکوبد و با صدای بلند میگوید: به پرونده هنری شریر مشهور به پاپیون و دو زندانی همدست او به نامهای کلوزیو و ماتورت رسیدگی میکنیم. بعد از کمی مکس ادامه میدهد: خیلی خوب آقای شریر، دادگاه بسیار مایل است تا ماجرای فرار شما را در نهایت اختصار بداند. من از جا بلند می شدم و همه ماجرا را به طور خلاصه شرح می دهم. همه با دقت گوش می دهند. در پایان توضیحات من رئیس دادگاه می گوید: متشکرم. ماجرایتان برای دادگاه به طور روشن و واضح شرح داده شد. آیا وکیل مدافع هم دارید؟ خیر جناب رئیس، ما وکیل مدافع نداریم. خواهش میکنم اجازه دهید خود من از دوستانم و از خودم دفاع کنم. باشد، اگر بتوانید این کار را بکنید مقررات ما اجازه میدهد. متشکرم جناب رئیس. رئیس دادگاه یک ربع ساعت اجازه تنفس به حاضران در دادگاه میدهد. همه حاضران بیرون میروند ولی ما سر جایمان مینشینیم و با هم صحبت میکنیم. یک ربع دیگر جلسه دادگاه دوباره تشکیل میشود. اول از همه از من میخواهند از خودم دفاع کنم. از جا برمیخیزم و شرحی مبسوط از انگیزه‌هایم برای فرار ارائه میدم. وقتی مدافعات من به پایان میرسد، رئیس دادگاه با معاونانش در گوشی حرف میزند. سپس با چکش بر میز میکوبد و میگوید: هر سه متهم برخیزند. هر سه نفر من از جا برمیخیزیم. رئیس شروع به سخنرانی میکند. میگوید: دادگاه با کنار نهادن اتهام شروع به قتل، نه در این باره رأی میدهد و نه عفو و اغماض میکند. اما برای جرم فرار از زندان شما گناهکار درجه 2 شناخته می شوید. برای این جرم دادگاه شما را به 2 سال حبس در زندان سن جوزف واقع در جزیره سالو محکوم می کند. امیدوارم از آنجا به سلامت برگردید و باقی محکومیتتان را در همین زندان مستعمرات بگذرانید. به این ترتیب فردا باید برای عزیمت به جزایر سالو و زندان مخوف سن جوزف که به زندان کلوزیون هم معروف است آماده شوید. آنجا محل نیز برای زندانیان خطرناک و زنجیری. با وجود همه شجاعتی که در خودم سراغ دارم، از شنیدن نام آن زندان بر خود می لرزم، چون هیچ راه فراری از آنجا ممکن نیست. یادم آمد که لقب بلنده انسان به آن زندان دادند، اما امیدوارم بتوانم این لقب را هم بی اعتبار کنم. ولی چگونه؟ فکر می کنم بازی را باختم و روحیه یک آدم شکست خورده را دارم. اما نه، نباید این طور فکر کنم. من آدم شکست خورده‌ای نیستم. اینجا ثابت میکنم. روز بعد کشتی با بادبانهای برافراشته حرکت میکند و ما را به سمت جزایر سالو میبرد. ساعتها طول میکشد تا به مقصد برسیم. کشتی در کنار یک بندر توقف میکند. این بندر در یک موج‌شکن مستحکم از بلوکهای بزرگ پناه گرفته. ساختمان این موج‌شکن حتما به قیمت زندگی عده زیادی از زندانیان محکوم به اعمال شاقه تمام شده است. از نگاه کردن به این زندان مخوف به خود می لرزیم. کشتی در بندرگاه پهلو می گیرد. ما را پیاده می کنند و جلوی ساختمان تشکیلات بندر به صف می ایستیم. منتظر چه هستیم؟ نمی دانم. اما ساعتی بعد مأمورانی از زندان سن جوزف می آیند و ما را تحویل می گیرند. سپس با قایق به سمت مقصد حرکتمان می دهند. وقتی به مقصد می رسیم مراحلی طی می شوند و خستگی من چند برابر می شوند. ترس من هم. بالاخره در سلول شماره 234 واقع در ساختمان شماره 1 زندان مخوف به روی من
بازرو بسته می شود. کلوزیو را در ساختمان 2 و ماتورت را در ساختمان 3 زندانی می کند. با نگاه از همدیگر خداحافظی می کنیم. هر سه من خوب دریافتیم که اگر می خواهیم زنده از اینجا خارج بشویم باید خیلی دقیق از مقررات غیر انسانی زندان اطاعت کنیم. بلافره چاره ای نیست. مجبور به اطاعت می شویم و به زندگی در این جهنم ادامه می دهیم. سلولم کاملا انفرادی است و درش به ندرت باز می شود. هیچ کس را نمی بینم و با هیچ کس ارتباطی ندارم. کارم صبح تا شب سرگرم شدن با سوسک‌ها و جانوران موذی سلول است که خواب و خوراک را از من گرفتند. گاهی خودشان هم غذای گرسنگی هایم می شوند. به آنها عادت کردم و خوردنشان برایم آسان و راحت و قابل هضم شده است. از دوستانم خبری ندارم. غذایم را که اغلب قابل خوردن نیست پشت یک دریچه می گذارند. دستشویم داخل سلول است و بوی بدش آزارم می دهد. اما کم کم به آن عادت می کنم. روزها بدون هیچ ماجرایی می گذرد. هفته ها می آید و به ماها می رسد. سال اول هم به پایان می رسد و به سال دوم می پیوندد. سال دوم بدتر از سال اول می گذرد. احساس می کنم پیر شدم. هیچ خبری از هیچ کس ندارم. دلم برای دوستانم تنگ شده. احتمال می دهم زنده نباشند، چون بودن در این زندان که به یک شکنجهگاه مخوف بیشتر شبیه است تا زندان خیلی سخت است. بالاخره لحظه های نابود کننده جسم روح هم به پایان می رسد. متوجه می شوم آخرین ساعت های 2 سال محکومیت در این زندان دارد تمام می شود. ما به زندان مستعمرات که در مقابل اینجا برای من مانند بهشت است برخواهیم گشت. امشب آخرین شبی است که در زندان سن ژوزف هستم. 17508 ساعت است که زندگی زجرآلودی را در سلول 234 گذراندم. در این مدت فقط یک بار در سلول را گشودند تا مرا پیش رئیس زندان ببرند که نصیحتم کند. به غیر از زندانی همسایه هم که چند ثانیه در روز چند کلمه با او رد و بدل کردم، در این مدت روی هم رفته فقط 4 بار با دیگران از جمله مأمور حمل قضا حرف زدم. امشب را به آرامی می خوابم و جز به اینکه فردا صبح مسلماً این در باز می شود به چیز دیگری فکر نمی کنم. فردا آفتاب را خواهم دید و اگر مرا به سمت زندان مستعمرات حرکت دهند دریا را تنفس خواهم کرد. فردا آزاد می شوم. به قهقهه می خندم و فریاد سر می دهم. با خود می گویم چطور آزاد می شوی پاپیون؟ فردا تو تازه شروع می کنی به گذراندن محکومیت در زندان مستعمرات، آن هم حبس با اعمال شاقه. تو اسم این را آزادی می گذاری؟ می دانم ولی آنجا قابل مقایسه با اینجا نیست. آنجا لااقل مثل آدمیزاد زندگی می کنم و غذا به موقع می رسد. حیاتی هست و گاهی می شود با دیگران حرف زد و بازی کرد. با این حال تنهایی را چه کنم؟ کلوزیو و ماتورت را چگونه پیدا کنم؟ صبح فردا در را باز می کنند. معاون زندان و 2 نگهبان وارد می شوند. معاون می گوید شاریر، مدت مجازات تمام شده. امروز 26 ژوئنه و تو به خونه اول خود باز می گردی. دنبال ما بیا. به سختی از سلول بیرون می روم. به حیات که می رسم از نور آفتاب گیج می شوم. به نوعی ناتوانی و بیحالی دچار شدم. وقتی زانوهایم سست است از زندگی بیزار می شوم. لکه های سیاهی جلوی چشمانم می رخصند. وقتی جلوی ساختمان تشکیلات زندان می رسم ناگهان کلوزیو و ماتورت را می بینم. ماتورت بیچاره یک اسکلت واقعی شده. گونه هایش فرو رفته و چشمانش گود شده است. او جسدی است که به یک مرده به تمام معنی شباهت دارد. با خود می گویم آیا من هم وضع دقت انگیزی مانند آنها دارم؟ کلوزیو هم نمی تواند حرف بزند و پوست و استخوان شده است. به اون میگویم حالت خوبه کلو؟ جواب نمی دهد. بر گونه هایش بوسه می زمم و می پرسم چه دردی دارد. به سختی می گوید پاپیو خداحافظ، من دارم می میرم. با صدای بلند می گوید نه کلوزیو، تو زنده می مونی. ما رو برعکس آنچه فکر می کردیم به زندان مستعمرات نمی برند. اول میبرند به یک بیمارستان تا حالمان کمی جا بیاید. اما کلوزیو در آن بیمارستان طاقت نیاورد و مرد. او 32 سال داشت و به 20 سال زندان به خاطر سرقت یک دوچرخه محکوم شده بود.
در حالی که او اصلا دوچرخه‌ای ندزدیده بود. چند روز در بیمارستان میمانیم و حالم کمی جا میآید. یک روز شنبه مرا به یک جزیره دیگر منتقل میکنند. آنجا زندان مخصوص کله شق‌ها و خطرناک‌هاست. عجیب آن که همه زندانیان آنجا مرا میشناسند و نامم ورد زبانشان است. همه بدون استثنا ورودم را جشن میگیرند و مهربانی و دوستی نثارم میکنند. جزیره‌ای که این زندان در آن قرار دارد همیشه در خطر مستقیم باد و امواج سهمگین دریاست. جزیره به دشتی صاف در بالا منتهی می شود. در ته آن پست نگهبانی و مراقبان ویژه‌ای گذاشتند. من از همان لحظه ورود فقط به همین چیزها دقت می کنم و راهی برای فرار می جویم. بعد از ورودم اولین چیزی که می فهمم این است که این زندان مخصوص محکومین تبعیدی و سیاسی است. رئیس نگهبانان آن سانتوری نام دارد. مرد کثیف و گنده است. در اولین ملاقات به من اخطار می‌کند که پاپیون، امیدوارم در این جزیره که جزیره شیطان نام داره رفتار خوبی داشته باشی. تو را قرار بود به زندان مستعمرات برگردانند، اما گویا پشیمون شدند و به اینجا فرستادند. مطمئنم علتی داره که تو اینجایی. علتش هم شیطنت‌هایی است که کردی. این از نگاهت پیداست. بنابراین اوقات منو تلف نکن تا بذارم راحت و آسوده باشی. زندان جدیدم فقط یک سالن برای زندانیان دارد که 10-12 نفری در آن میلولند. وقتی به سالن میروم به 6 تا زندانی محکوم به اعمال شاقه برمیخورم. 2 نفرشان چینی هستند و 1 نفرشان سیاه‌پوست است. یکیشان پسر جوانی اهل شهر لیل و یکی دیگر جوانی است به نام شانگ که مرا خوب میشناسد. میگوید روبرایی پاپی؟ آره شانگ، تو چطوری؟ من خوبم. اینجا همه چیز خوبه. تو اگه به جمع ما اضافه بشی عالی میشه. گاهی اجازه میدم بریم لب جزیره ماهی بگیریم و بخوریم. باور کن. این رو باور نمی کنم. اگر راست باشد خیلی ولیست. میشود موقع ماهی گرفتن فکرهایی برای فرار کرد. در همین فکرها هستم که رئیس زندان سر میرسد. میگوید جا به جا شدی پاپیون؟ از فردا صبح به اتفاق امیر رفیق چانک میری که به خوک ها غذا بدی. روزی 2 ساعت هم 1 ساعت صبح 1 ساعت بعد از ظهر آزاد هستید که هر کاری دارید اون فصل انجام بدید. میتونید به این ماهیگیری، هر کس بتونه روزی 5 کیلو ماهی یا خرچنگ به آشپز اینجا بده غذای خوبی گیره خودش میاد. فقط یادت باشه که مرد آرومی باشی تا بذارم راحت زندگی تو بکنی. هیچ چیز نمیگویم، فقط نگاهش میکنم. میخواهم فکر کنم که بی تفاوتم، ولی در دلم به قیافش میخندم. کارم شده است این که هر روز به بیش از 200 خوک غذا بدم. بقیه ساعت روز را به گردش در جزیره میپردازم. در گردش ها همراه شانگ هستم، چون او را قابل اعتماد یافتم. چشمانم از انعکاس نوری که در امواج دریا سیاهی میرود. به یاد ماتورت میفتم که الان کجاست. هیچ چیز نمیدانم. حالا شانگ برایم جای او را گرفته است. با چشمای کنجکاوم وقتی در جزیره به گردش مشغولم آبهای خشمگین را میبینم که مدام به صخره‌های جزیره سر میکوبند. گویی به صخره‌ها میگویند تو مزاحم مایی و جلوی ما را سد میکنی. برای همین هر روز بدون تغییر و تردید قسمتی از تو را میشویی. در همین وقت است که من چیز مهمی را کشف میکنم. از روبروی صخره‌ها امواج را میبینم که حمله میآورند، میشکنند و به شدت عقب میکشند. این قضیه بسیار اهمیت دارد، چون در لحظه ای که امواج می شکنند و به طرف گرداب برمی گردند من می توانم خودم را با کیسه ای پر از نارگیل از فراز صخره ها درست در میان گرداب بیاندازم. بی تردید امواج خروشان مرا نیز عقب خواهند کشاند و به آزادی خواهند رساند. آه خوب می دانم که از کجا می شود چند کیسه تهیه کرد، چون در طویله خوک ها هرچه بخواهید نارگیل هست. اما اول باید یک عمل آزمایشی انجام داد. حساب که می کنم می بینم وقتی ماه کامل است مد دریا بسیار بالاست. در نتیجه امواج بسیار قوی هستند. یک شب کیسه کنفی را پر از نارگیل می کنم و منتظر بد کامل ماه می مانم. کیسه دیگر را که در آن سنگ جا دادم به کیسه کنفی وصل می کنم. همه اینها باید حدود 35 تا 40 کیلو وزن داشته باشند. خودم 70 کیلو وزن دارم و حساب میکنم که تعادل به طور درستی برقرار باشد. البته در حال تمرین این کار مواظبم جز شانگ کس دیگری ما رو نبیند.
از این آزمایش به هیجان آمدم. این قسمت جزیره خطرناکترین قسمت آن است. هرگز کسی فکر نخواهد کرد که یک نفر این قسمت خطرناک را برای فرار انتخاب کند. با این حال این ناحیه تنها قسمتی است که اگر موفق شوم به وسط دریا کشانده شوم، به هیچ وجه خطر نابود شدنم در این زندان مخوف در بین نخواهد بود. روز تمرین نهایی فرا می‌رسد. کیسه نارگیل و کیسه محتوی سنگ بسیار سنگین است. حمل آن آسان نیست و به تنهایی نمی‌توانم آنها را روی صخره بکشانم. صخره همیشه خیس و لیز است. شانگ همان مرد چینی به من کمک میکند. او مرد خوبی است. یک تور ماهیگیری تهیه دیده تا اگر غافلگیرمان کردند بگوید که برای بقیه دام برای شکار کوسه ماهی مشغول هستیم. برای تمرین نهایی آماده میشویم. شانگ فریاد میزند: صبر کن پاپیون، هر وقت یک موج مناسب اومد علامت میدم که کیسه ها رو بندازی پایین. و بلافاصله با صدای بلند میگوید: اومد، بنداز روی این موج. یک موج با 5 متر ارتفاع همچون دیوانه‌ای هجوم می‌آورد و بر صخره فرود می‌آید. می‌شکند و می‌خواهد برگردد. سریع کیسه را رها می‌کنم. راه طولانی در پیش دارد چون از بالای صخره تا روی آب فاصله زیاد است. اما با موفقیت به پایین می‌رسد و روی موج می‌افتد. موج آن را با خود به عقب می‌برد و روی آب دریا می‌غلتاند. با خوشحالی فریاد می‌زنم: آلیس شانگ، عالیه. دقت میکنم و میبینم این موج که به طرف صخره آمد و کیسه هم را با خود برقب برد فقط هر 7 موج میآید و خیلی قوی است. موجهای دیگر ضعیفترند و فقط این موج 7 قوی است. از ظهر تا غروب آفتاب به بررسی این موج مشغول میشم. دقیقاً به دست میآورم که این موج قوی هر چند دقیقه میآید. با کمال تعجب می‌بینم بدون هیچ بی‌نظمی و دگرگونی دقیقاً تکرار می‌شود و همانطور است که حد زدم. سرشار از خوشحالی و امید همراه شانگ به داخل زندان برمی‌گردم. کارم عالی بود. یک راه حسابی برای فرار پیدا کردم. یک هفته بعد مقدمات فرار را آماده کردیم. یک زندانی دیگر هم با ما خواهد بود. سیلون. انقدر با او حرف زدم تا توانستم قانعش کنم که همراه من باشد. مرد قد بلند و نیرومندی است. میگوید: خیلی خوب، من قبول دارم که این موج به اندازه کافی آدم رو با خودش تا دور دستا میبره، ولی فکر میکنی که با فشار و جریان امواج دریا ما تا چند روز باید توی این دریای وسیع و بیکرانه شنا کنیم؟ مگه ممکنه؟ صادقانه میگویم: بله، ممکنه نتونیم به مقصد برسیم. ممکنه وسط دریا تومه کوسه‌ها و هزار خطر دیگه بشیم. اینا همه به باد بستگی داره. اگه شانس بیاریم و باد شدید بیاد خیلی زود به جایی میرسیم. میگوید: واقعا به این ریسک میارزه فرارمون؟ میگویم: جهت امواج رو برو نگاه کن. به نظر من 160 کیلومتر اگه بتونیم روی آب بریم به یه جای مطمئنی میرسیم. البته حدودا. آقا تو چجوری حساب میکنی پاپیون؟ این دریا سر و ته نداره. رهنال باید خطر کنیم تا سرنوشتمون عوض بشه. چی میگی سینو؟ میای یا نه؟ میام پاپی. تو حرفای احمقانهی نمیزنی. حتی با وجود خطرهای زیاد این راه دریایی من با تو میام. خیلی عالی شد. ما پیروز میشیم. قول میدم. روز یک شنبه ساعت 7 شب تازه میخواهند شام بدم. حساب میکنم که ما چه ساعتی بیرون میاید. نتیجه این که ساعت 9 بیرون می آید. در آسمان تک و توک ستاره سوسو می زند. ابرهای انبوه بالای سرمان می گذرند. تازه از سالن غذاخوری بیرون آمده ایم. همانطور که همیشه پنهانی برای سید ماهی یا قدم زدن در شب بیرون می آمدیم به همان شکل حرکت می کنیم. من جلو، شان پشت سرم و سیلون در عقب اوست. به سرعت به طرف شمال جزیره به راه می افتیم. محموله هایی را که آماده کرده ایم از توی یک مغاک بیرون می کشیم. سیلون و شانگ کمکم می کنند تا آنها را از صخره بالا ببرم. در آخرین لحظه تصمیم می گیریم که در شمارش امواج دقیق تر محاسبه کنیم. بیش از 30 دقیقه طول نمی کشد. سیلون فریاد می کشد: فقط یه موج مونده پاپی، موج بعدی باید پرید. بالاخره موج مورد نظر سر می رسد و همه صخره ها را فرا می گیرد. من به سرعت محموله را پرت می کنم روی امواج و خودم بدون هیچ ترسی پایین می پرم. خیلی راه است.
از صخره‌ای به آن بلندی تا روی آب فاصله بسیار وحشتناک است. اما می روم. به پایین که می رسم معموله که به آن کلک می گوییم زیر پایم است. شانگ در آخرین لحظه تصمیم گرفته که نیاید. من به سرعت در حالی که روی کلک قرار گرفتم دور می شوم. امواج مرا با خود می برند. سیلون را می بینم که کمی دورتر از پشت سرم می آید. اما شانگ چرا نیامد؟ برای او متاسفم که راضی به ماندن در آن زندان محفوظ شده است. 300 متری دور شده ایم. از دور شانگ را می بینم که پارچه سفیدی را بالا گرفته و برای ما دست تکان می دهد. آب بسیار خروشان است و ما را با خود نمی دانم به کجا می برد. اکنون از منطقه خطرناک گذشته ایم. امواجی که اینک ما را در بر گرفتند تقریبا بدون کف و بسیار منظم هستند. با این امواج بالا و پایین می رویم و به طرف وسط دریا کشیده می شویم. سیلون به من رسیده است و پشت هم حرکت می کنیم. اما حال حرف زدن نداریم. متاسفانه در بین راه سیلون در یک مرداب فرو می رود و من او را از دست می دهم. 6 روز در هوای منقلب و متلاطم اما بدون باران و طوفان با هم پیش رفتیم. اما اکنون تنهایم. دیگر طاقت ندارم. تنهایی آزارم می دهد. در حالی که بر جایم نشستم به روشنی در دوردست شکستگی زمین را می بینم. در طرف راستش ترینیداد قرار دارد و در سمت چپ ونزوئلا. اکنون در خلیج آنجا هستم. بازم جلو می روم. چند ساعت بعد جمعیتی را می بینم و تمدنی که برایم به کلی ناشناس است. این اولین دقایق رسیدن به خاک ونزوئلا چنان هیجان انگیز است که هرگز قادر نیستم آن را توصیف کنم. اولین دهکده‌ای که به آن می رسم ایراپا نام دارد. جزو ایالت سوکراست. یک سیاه‌پوست بلند قد به طرفم می آید و کمکم می کند. حرارتی قلبم را گرم می کند. من سرانجام بر جاده تباهی پیروز شدم. اکنون ماه اوت است. 13 سال بود که منتظر چنین روزی بودم. به کلبه‌ام در باغ پناه می برم. از دوستانی که تا فهمیدند آمدم دوروبرم را شلوغ کردند پوزش می خواهم که تنهایم بگذارند. هیجان من چنان شدید است که نمی توانم آن را در برابر دیگران بروز بدم. قلبم به تندی می تپد. دلم می خواهد به زانو بیفتم و خداوند را سپاس بگویم. کمی که تنها می مانم به سرنوشت خود فکر می کنم. به شانگ و به سیلون فکر می کنم. سیلون در بد وضعیتی گیر کرد. مرداب خشنی او را بلعید که هیچ کاری نتوانستم برایش بکنم. بی احتیاطی کرد. به دوستان سابقم فکر می کنم. به نقشه هایی که برای فرار کشیدم، به رؤسا و نگهبانان این زندان اخیر، آنها حالا در چه فکری هستند؟ پیش خودشان تعجب کردند که پاپیون چگونه فرار کرد و آنها چگونه نتوانستند از اون نگهداری کنند. کمی هم به آینده هم فکر میکنم. حالا باید چیکار کنم؟ اینجایی که اصلاً کاملا امن است و هیچ تردیدی وجود ندارد که دیگر هیچ کس برای زندانی کردم به سراغم نخواهد آمد، چون قوانین اینجا با آنجایی که زندانی بودم فرق میکند. بعد از چند روز استراحت مطلق به کارهایی که باید انجام دهم فکر میکنم. بدون تردید در معدنهای طلای دهکده‌ای که کالو نام دارد خواهم ماند. کالو سرزمین مورد علاقه هم است. آنجا 1 سال خواهم ماند، چون قانون اینجا مرا موظف کرده که 1 سال رو در آن آبادی کوچک زراعت کنم. به خود میگویم تو میتوانی برای دست آوردن غذایت زمین را بیل بزنی. این کاریست که باید حتما انجام بدهی. همین اول کار باید آزاد زندگی کردن را دوباره تجربه کنی. البته این کار نباید آسان باشد. من در مدت این 13 سال هرگز نان خودم را در نیاوردم. اکنون ساعت 7 صبح است. آفتاب درخشان منطقه استوایی میتابد. آسمان آبی و صاف است و دوستانم جمع شدند تا در باغ همراهیم کنند. میخواهند جشنی مفصل برای آزادیم بگیرند. اکنون سرحالم و میتوانم در شادی آنها شریک باشم و خودم هم شادی کنم. هیچ چیز سخت‌تر از ترک زنجیرها نیست. زنجیرهایی که طی 13 سال با من بودند. وقتی فکر میکنم که چطور خودم را به آزادی رساندم تعجب میکنم. اما فکر میکنم آیا آدمیزاد میتواند یک زندگی تازه را مثل دوباره دوختن یک دکمه کنده شده از لباس آسان بگیرد؟ به هر حال اکنون با دختری ازدواج کردم و با هم در کاراکاس به شادمانی زندگی میکنیم.
حالا دیگر هموطن و همشهری ونزوئلایی ها هستم. از میان حوادث بسیار عجیب و باور نکردنی گذشتم، پیروزی ها و شکست های زیادی را از سر گذراندم. اما باید اعتراف کنم، البته با غرور، که همیشه مردی آزاد و شرافتمند بودم.